در بیش از دو ماه گذشته بیش از 40 ولسوالی به دست طالبان سقوط کردند و از سوی هم مذاکرات در دوحه با بنبست روبرو است. این که پشت پرده این موضوعات چی میگذرند و راهای حل چی است، این موضوعات را با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در میان میگذاریم. بسیار زیاد تشکر از فرصت که به شما دادین. چرا ولسوالی ها یکی پای دیگر سقوط کردن میرن؟ مشکل در چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بریدی شاید سقوط ولسوالی ها یکی پای دیگری خلاف انتظار بود، ولی وضعیت در مجموع چنان پیش آمد که این را باید یک حادثه طبیعی شد. حکومت 100% متکی بود بر حمایت زمینی و هوایی نیروهای خارجی. به گونه عاجل، غیر مسئولانه، بدون اینکه حکومت کابل هم در جریان بگذاره، موافقهش حاصل کنه. نیروهای خارجی به طور یک جانبه تصمیم گرفتن که افغانستان را ترک کنه. حتی معاهده‌ای را هم که با طالبان در رابطه داشتن به این تمکین نکرد. و ای که در برخ از ولسوالی ها حتی جنگ هم صورت نمیگیره، ولسوالی ها سقوط میکنه، آیا برنامه پشت پرده چیز است؟ یعنی این پلان شده بوده به نظرتان یا خیر؟ حتما دستای دری دخیل بوده. کیا بودن مثلا؟ ضرور نیست من به طور مشخص نام ببرم، ولی بیدی میگویند که گویا در این رمزه استخباراتی وجود دارد. یعنی که اونا میدانند که ولسوالی ها چرا سقوط کردن، رمزش چه بوده. در برخی از نقاط احساس میکنیم که اینا عمدن و قصدن این کار کردن تا طالبان را با یک تعداد از گروه های دیگری درگیر کنند، مخصوصا با حزب اسلامی. در بغلانی را خواستن، در لغمان و در جای دیگری. به هر صورت دستای دری دخیل بوده که برخی از مناطق بدون هیچ نوع جنگ و بدون هیچ نوع مقاومت با همه تجهیزاتش و مخالفین مسلح دولت تخلیه شده و سپرده شده. و حکومت خود دست نداره به نظر شما در سقوط ها؟ حلقه های در داخل حکومت حتما دست داشت. حلقه های در داخل حکومت در این سقوط ولسوالی ها دست داشت. و این افزایش خشونت ها در حال صورت میگیره که مذاکرات در دوحه با بنبست رو بروست. فکر میکنین علت چی است؟ چرا مذاکرات در دوحه با بنبست رو بروست؟ دلایل عمده شاید ای باشه که یک، وسید در این مذاکرات یک جهت بی‌طرف و بی‌غرض نبود. در حالی که این مذاکرات به یک وسید و میانجی بی‌طرف ضرورت دارد. اما در این مذاکرات دوحه نه تنها وسید و میانجی یک طرف بی‌غرض و بی‌طرف نبود، بلکه عامل اصلی جنگ بود. حامی یک طرف. ثانیاً مذاکرات بین دو طرف درگیر بود. دو طرف درگیری که جنگ‌های طولانی میان هم داشت. و توافق بینشان هم شبه محال. محدود بود به مذاکره بین دو طرف درگیر. جدهای معاصر دیگری که خواهان صلح، مخالف ادامه جنگ و از اکثرت ملت هم نمایندگی میکنه. اینا در مذاکرات حضور نداشتن. و حتی شرایطی هم پیش آمده که طالبان خواستن که با برخی از طرف ها وارد مذاکره شن. اما این موقع را به اونا نداد. فکر میکنین این فرصت در حال از دست رفتن است و طالب واقعا صلح میخواه؟ ما فکر میکنیم که نخست باید چگونگی مذاکرات دوحه هم از لحاظ ترکیب هیئت ها تغییر کنه و هم از ناحیه محلش و هم از ناحیه وسیط. باید انتقال شد به یک محل
سازگارتر دیگری. و در اونجا شرایط طوری فراهم شده که بین همه جهت‌های تاثیرگذار در جریانات افغانستان مذاکرات صورت بگیرد. یعنی فرصت از حال از اظهار کدام طرف نباشه، محدود و منحصر به چند طرف مشخص نباشه. به نظر شما در دوحه نتیجه نخواهد بده؟ وسیط هم باید بی‌طرف باشه. اگر امکانی وجود داشت که در دوحه مذاکرات به نتیجه برسه، باید تا حال میرسه. این محل باید تغییر کنه. من عبدالغنی برادر امروز یک نوشته از آدرس از او پخش شد از طرف گروه طالبا که او بر راه زندانیا و سفید شدن فهرست مقام های بلندپای طالبا از لیست سیاه سازمان ملل و امریکا است و در ضمن خواسته که نظام آینده باید یک نظام اسلامی باشه. شما با اونا دیدار داشتین، واقعا تعریف اونا از نظام اسلامی چی است؟ این نظام فعلی به نظر اونا غیر اسلامی است؟ نه، نوشته منصوب به ملا برادر هم مطالعه کردیم و دیداری تفصیلی هم با او در مسکو داشت، تفصیلی و مفید در مورد صلح، جنگ، طرح صلح، صحبت های تفصیلی صورت کرد. در این نامه ما چیزی تازه را نیافتم یا مطالب سابقه طالب است. و چند مسئله خیلی مهم و حیاتی و اساسی در رابطه با صلح پرداخته نشده، مثل اینکه انتقال قدرت به یک حکومت انتقالی، چگونگی ساختن یک حکومت، آتش بس دائمی یا مشروط و برگزاری انتخابات، نقش مردم در تعیین زعامت آینده، در انتخاب زعامت آینده، مسائل اساسی که صلح به این مربوط است، در این نامه به او پرداخته نشد. توافق کنیم که حکومت بعدی ما باید منبعث از اراده مردم باشد و اراده مردم تمکین شود، انتخابات شفاف و عادلانه برگزار شود، هر که مورد حمایت اکثریت مردم بود حکومت آینده را بسازد. به نظام اسلامی تاکید دارن، چی فرق داره، چی میخواین؟ آیا به نظر شما برمیگردن با مو نظامی که قبلا اینا داشتن یا به نظر شما کدام تعریف دیگه دارن اینا از نظام اسلامی؟ اینا ضرورت دارن به یک تعریفی واضح در رابطه به نظامی که میخوان. کافی نیست بگویم حکومت اسلامی و نظام اسلامی، با آنکه نظام اسلامی کاملا واضح است، روشن است، اما به یک تعریف ضرورت داره، تعریف مشخص و واضح. تا این لحظه متاسفانه طالبا نتوانستن یا فرصتی را نیافتن که یک تعبیر و تعریف واضح و روشن از حکومت آینده داشته باشه که در او هم چگونگی نظام مشخص شد، هم چگونگی انتخاب زعیم، هم نقش مردم در انتخاب زعامت و شورا، چگونگی انتخاب امیر، صلاحیت امیر، مرجع عزل و انتخابش و کی دائم العمر است یا برای یک مدت کوتاه انتخاب میشه، برای چه مدتی، نقش مردم در انتخابش چیست، نقش احزاب سیاسی، مسائل مهم دیگری. شما با اونا دیدار داشتین، آیا به انتخابات باور دارن؟ ما در رابطه به انتخاباتم با اونا صحبتهایی داشتم، گفتیم اگر ابهاماتی در مورد انتخابات وجود داره و شما تشویشهایی دارین، سوالهایی دارین، میشه ترتیبی گرفت که تشویشها رفع شد. گفتیم انتخاب به عنوان یک اصل باید بپذیره، بدیل نداره، بدیلش جز جنگ چیز دیگری بوده نمیتونه. ما جواب منفی از اونا نشنیدیم، اما البته جواب مثبت را هم نشنیدیم. تا به این لحظه متاسفانه در رابطه به انتخابات طالبا یک موضع روشن و واضح ندارد. دقیق. و شما گفتگوی قریشی را حتما شنیدین، اونا بر رسمیت شناختن مرز دیورند تاکید کردند. فکر میکنین که نیاز است چنین بحث های بالا شود و این مرز
به رسمیت شناخته شد؟ قطعا نیازی به این بحث هاست و نه فرصتش هست و نه در افغانستان مرجی وجود داره که بتانه در این موارد در موارد مثلی تصمیم نهایی را بگیره. این مسائل برمیگرده به یک حالتی که جنگ خاتمه یافته، امنیت تامین شده، ما از جنگ فارغ شدیم، یک حکومت قوی مرکزی داریم، انتخابات برگزار شده، یک پارلمان ممثل مردم خود داریم که بتانه در رابطه با قضایای مهم ملی مثل سرحدات مشکلات را که ما با همه همسایه خود داریم، تنها پاکستان نه، بلکه با همسایه های دیگری خود هم مشکلات را داریم. در مورد این قضایا باید صبر کرد و افغان ها را هم از انگشت زخمیش نگرفت. باید بگذاریم که یک مرجع عالی ممثل مردم که صلاحیت تصمیم در این قضایا را داشته باشد، باید یک مرجع درست شود و این قضایا باید به او محول شد. در این شرایط هیچ کسی هم، نه رئیس جمهور، نه پارلمان، نه کابینه، نه احزاب سیاسی، هیچ گروهی هم نه صلاحیت دارن نه حق را که در این موارد با یک طرفی بحث بنشینه و به توافق برسه. حکومت افغانستان در تلاش ایجاد یک شورا به نام شورای عالی دولت است و شما عضویتتان در او شورا رد کردین. چرا؟ دلیلش روشن است. مذاکرات سی جانبی را که با آقای اشرف غنی داشتیم به توافق رسیدیم که باید یک شورای مقتدر به نام شورای عالی دولت داشته باشیم که اجماع سیاسی را تمثیل کنه و عالی ترین مرجع تصمیم گیری در مورد مسائل مهم ملی به شمول صلح و جنگ باشه. در رابطه با تعدادش هم صحبت شد که چند نفر باید باشه، رهبران چند جنای تاثیرگذار، نام هم گرفته شد، تعداد هم تثبیت شد، ولی متاسفانه اینا بعد خود نیستادن و جهت های در داخل دولت چنانن که میخواهند حق ویتو داشته باشن و یک مرجع ممثل مردم که اجماع سیاسی را تمثیل کنه و تصمیم در رابطه با قضای مهم ملی به او محول شد، با تاسیس یک اینا و مرجع موافق نیستن. تا این لحظه دولت نتوانسته حتی اختلافات داخل نظام هم رفع کنه، گروه های شامل حکومت موضع واحد داشته باشه. و اختلاف ها سبب شده که تانوز ایجاد نشه این شورا؟ نشده و نخواد شد. وضعیت را که فعلا حکومت داره و با این سابقی که داره انتظاری را داشتن که اینا بتانن مشکلات داخلی خود حل کنن برای یک شورای عالی و با صلاحیت توافق برسن امکانش کم است. ناتو و امریکا تلاش داره که مسئولیت تامین امنیت میدان هوایی را بسپارن پس از خروج کامل به نیروهای تارک. نگرانیشان هم از چگونگی و حضور دیپلمات ها در کابل است. فکر میکنین که یک نگرانی بجاست و یک تصمیم بجا خواهد بود؟ اگر اجازه بدین من قبل از اینکه به این سوال جواب بگویم در رابطه به سوال قبلی تان عرایزی داشته باشم. پس از اینکه اینا با تشکیل شورای عالی دولت عالی ترین مرجع تصمیم گیری از تعهد خود عقب نشینی کردن، ما یک طرح بدیل دادیم، گفتیم شما میدانیم به عنوان دولت اعضای شامل حکومت و چگونگی تاسیس این شورا، نامش مشورتی میگذارین، صلاحیت میتین، تعدادش کم و زیاد میکنین، کشورهای غربی از شما میخوان که حضور زنا پر رنگ باشه و تعداد بیشتری در حضور داشته باشه، خوب است همه این را مراعات کنین، یک شورای بزرگتر بسازین، هر عنوانی را که برش انتخاب میکنین ما. اما شما در کناری ضرورت دارین که در رابطه با صلح با طرف های دیگری، با اپوزیسیون و احزابی که در حکومت حضور نداره یا بر سیاست های حکومت اعتراض داره، با اینا در رابطه با صلح به یک اجماع برسین و در رابطه با یک طرح واحد و عملی و معقول به توافق برسین. ما به یه آماده است در رابطه با مسائل صلح
با هم بنشینیم، مواضع خود توحید کنیم، با یک طرح عملی معقول بریم در نشست استانبول شرکت کنیم، با اراده رسیدن به صلح. اما متاسفانه که با هم توافق نکرد. به هر صورت اینا ادامه همی وضعیت فعلی را میخوان. میتونیم بگوییم که اصلا مشکل اینا ایست که خواهان ادامه همی وضعیت هم. محاسبه و برداشتشان ایست که اگر یک توافق به میان آمد و یک قدرت به یک حکومت جدید انتقال شد و صلح صورت گرفت که اینا باز با یک مشکل بزرگ روبرو میشن با محاسبه جدی از عملکردهای گذشتهشان، از تصرفاتشان، از غارتهایی که کردن، از سرمایه هایی را که به خارج انتقال دادن. به خاطر ترجیح میتن که وضعیت به شکل باشه، یعنی حکومت مانی صلح هست، یا اینا در اقتدار باشن و یا نامنی، جنگ، تشنج، بدنظمی، عدم یک حکومت نیرومند مرکزی که با اینا محاسبه بنشینه، این را ترجیح میدن و طالب هم از این فرصت نفت میبره. طبیعیست به سود هیچ کسی هم نیست. اگر بر بگردیم به پرسش درباره میدان هوایی کابل، سپردنش به نیروهای ترک یک تصمیم درست خواهد بود؟ هنوز مشخص نیست که ترکیه پذیرفته یا نه. اردوغان پذیرفته بود. هنوز مشخص نیست که آیا به شرایطی که ترکیه وضع کرده اروپا و امریکا جواب مثبت گفته یا نه. این میتونم بگویم با همه صراحت و جرأت که فعلا در همه کشورهای منطقه و شمولی کشورهای همسایه ما تأثیر گذار در جریانات افغانستان دور و نزدیک به سطح منطقه و به سطح دنیا، شاید ترکیه یگانه کشوری باشه که میشه رویش حساب کرد و میشه او را بی‌طرف و بی‌غرض خواند. کشور دیگری را در منطقه سراغ نداره. اگر قضیه ای باشه که اروپا و امریکا مشترکاً تصمیم گرفتن که برای ترکیه نقش را فراهم کنن، زمینی نقش را فراهم کنه که در رابطه با خاتمه جنگ و تامین صلح مؤثر باشه، که خوب میشه روی از این بحث کرد. اما این نکات هم باید در نظر داشت که نشوه امریکا میخواهد پای ترکیه را به جنگ بکشند، که در صورت باید انقره متوجه باشه و حسابی گام برداره، با احتیاط کامل باید گام برداره. ما از نقش مثبت هر کشوری که بی‌غرضانه بخواهد افغانا را کمک کنه در خاتمه جنگ و رسیدن به صلح حمایت میکنه. سلامت باشین، تشکر از وقتتان. سلامت باشین.